سلام دوستان، من مسعود هستم و شما دارین یکی از ویدیوهای کانال ما در USA رو میبینید. خیلی از دوستان از من سوال میپرسن و میگن که حالا ما وارد آمریکا شدیم، حالا به هر طریقی، لاتاری، به هر طریق در واقع دانشجویی، پستا یا هر طریق دیگه ای که من برای هر کدومش ویدیو قبلا ضبط کردم و تو کانال هست، حالا میگم ما میخوایم بریم ماشین بخریم و در واقع ماشین رو خریدیم، میخوایم براش بیمه تهیه بکنیم. چجوری باید بیمه تهیه بکنیم؟ کدوم بیمه ها بهتره؟ کدوم چجوری باید کت بگیریم؟ کدوم بیمه ها تخفیف بهتری دارن؟ و کلا با مسیر گرفتن بیمه برای ماشین میخوام بیشتر آشنا بشم. من میخوام روی وبسایت دو تا شرکت بیمه اصلی که در واقع بیشترین ساپورت رو دارن و بیشترین خدمات و سرویس رو توی آمریکا ارائه میکنن برای شما توضیح بدم که چه مسیر رو باید طی بکنید و برتری هاشون رو نسبت به هم دیگه هم میخوام براتون توضیح بدم. اما قبل از اون، اگر این اولین بار هستش که از کانال من دیدن میکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، روی لوگوی کانال همین پایین سمت راست کلیک بکنید تا دکمه سابسکرایب بیاد، علامت زنگوله کانالش رو هم بزنید تا از این بعد هر زمان که من یه ویدیو جدید ساختم برای شما یه نوتیفیکیشن ارسال میشه و شما اولین کسی هستین که تشریف میارید و این ویدیو رو میبینید. علاوه بر اینها من یه پیج اینستاگرام و یه کانال تلگرام دارم که آدرسش رو این پایین میذارم و خوشحال میشم که اونجا هم شما رو همراه خودم داشته باشم. پس با هم دیگه بریم روی لپتاپ تا من روی آدرس خود اون وبسایت ها براتون توضیحات کامل رو بدم. خب دوستان، من اول میرم روی سایت پروگرسیو که یکی از سایت های بیمه هست و وارد سایتش میشم. این آدرس سایتش هست progressive.com. وارد سایت که بشید، خب اینجا اول میگه میخوایم فیدبک بدین یا نه. خب فعلا نه. اینجا گزینه های مختلفی داره که شما میتونید بیمه رو در واقع کد بگیرید. کد گرفتن به معنی این هستش که یک ارزیابی بکنید و اگه اون ارزیابی به نظر خودتون در مقایسه با سایر ارزیابی که انجام دادید قیمت مناسبی داشت، میتونید در واقع اون کد رو نهایی بکنید و اون بیمه رو بخرید. حالا همه چیزش هم به صورت آنلاین انجام میشه و بعد برای شما حالا میفرستن مدارکش رو. خب شما اینجا میگه که میخواین فقط ماشینتون رو بیمه بکنید یا میخواین ماشین به همراه خونه رو بیمه بکنید یا میخواین در واقع ماشینتون رو به همراه اون کسی که رنت کرده، در واقع خونه رو که رنت کردیم بیمه بکنید و حالا آپشن مختلف داره. ما ساده‌ترینش رو جلو میریم که توضیحات کلی رو میخوام بهتون بدم که مثلا ما الان ماشین رو انتخاب میکنیم و بعد میگه که زیپ کد خودتون رو وارد بکنید که باید زیپ کد محل زندگیتون و آدرسش رو وارد میکنید. تو مرحله بعدی زمانی که زیپ کد رو وارد کردیم میگه که مشخصات فردیتون رو وارد بکنید که اینجا باید مشخصاتتون رو بنویسید، نام و نام خانوادگیتون، تاریخ تولد، آدرس خونه‌تون و منظور خونه که تو آمریکا هست، تو این زندگی میکنید، خوابگاه هست، خونه هست، که من حالا این آدرس رو وارد میکنم. بعد از اینکه مشخصات رو وارد کردیم میزنه مرحله بعدی که شما ماشین قبلا داشتید یا نه و میخوای اونو بیمش رو تغییر بدید یا میخوای ماشین جدید اضافه بکنید، که میزنید ماشین جدید میخوام اضافه بکنم و ماشین خودم رو میخوام اضافه بکنم. خب بعد از اینکه مشخصات رو وارد کردید و انتخاب کردید که میخوام ماشین جدید رو اضافه بکنم، ازتون میپرسه که این ماشینی که شما الان دارید مشخصاتش رو وارد بکنید. حالا شما میتونید اون VIN در واقع اون VIN نامبرش رو وارد بکنید که اون VIN نامبر دیگه ثبت شده هستش برای هر ماشین و بعد خودشون میتونن مشخصات رو اینجا براتون آپدیت بکنن، یا اینکه خودتون مشخصات ماشین رو اینجا وارد بکنید. مثلا بگید من یه ماشین خریدم 2020، مثلا اومدم از مثلا هوندا خریدم و بعد مدلم که خریدم مثلا آکورد بوده. و مرحله بعدی ازتون میپرسه که برای چه چیزی میخواین استفاده بکنین، اون کاری که در واقع استفاده که از ماشین میکنین چی است، که این بیسیکش هست کامیوت، یعنی اینکه فقط از خونه میرید محل کار یا میرید دانشگاه و به همین ترتیب افزایش پیدا میکنه، مثلا کار بیشتر مثل تاکسی هستش، پیتزا دلیوری یا هر کار دیگه ای که هستش، لبلش فرق میکنه. این میخواد بگه که در واقع ماشین شما چه مقدار استفاده میشه، بر اساس اون میزان استفاده، میزان ریت کوتی که به شما میده افزایش پیدا میکنه. ما همون بیسیکش رو انتخاب میکنیم. بعد اینجا میگه چند روز در هفته ازش استفاده میکنیم، خواهی دانشجو باشی مثلا 5 روز در هفته استفاده میکنیم، بعد چند مایل از محل زندگیتون تا حالا محل کار یا تا دانشگاه
شما روزانه دارین میرید، مثلا میزنیم 20 مایل در روز و زیپ کد هست و بعدش این ماشین میگه مال خودتونه، لیز یا فاینانسه، که فاینانس نه هر کدومش تعریف خودش رو داره، اون یعنی کاملی که خریدیم، فاینانس یعنی قسطی خریدیم، ولی لیز یعنی این که خریدیم بریم استفاده میکنیم، بعد اگه خوشتون اومد حالا میریم چیزش میکنیم، تبدیلش میکنیم به خرید. و حالا هر کدومش تعریف خاص خودش رو داره. من سعی میکنم بعدا یه ویدیو در مورد اینا بسازم. مثلا حالا ما ماشین رو قسطی خریدیم و چه مدت هست که این ماشین رو دارید، مثلا اگه بیمه رو تازه میخوایم بگیم، بستگی به ماشین داره که شما الان میخوایم بیمهش بکنیم. خب معمولا بیمه که میگیرید باید سریع بیمهش بکنیم، ماشین که میگیرید باید سریع بیمهش بکنیم. خب بس میزنیم less than one month و بعد میگه سالانه شما چقدر از این ماشین استفاده میکنید، که اون استفاده سالانه هم بستگی به خودتون داره. معمولا روتینش این هستش که توی آمریکا معمولا ماهی 1000 مایل رو استفاده میکنن، یعنی دیگه سالی بین 10 تا 12 هزار مایل طبیعی هستش. منم همین انتخاب میکنم و میگه که حالا وین نامبرتون روی همه پنجره ها در واقع دیتکت شده و ثبت شده، حالا این تعداد خاص خودشو داره، میزنیم نو و بعد میگه حالا مثلا سیستم خاصی هم روی ماشین تعبیه شده و اینم میگیم نو و بعد میریم مرحله بعدی. بعد میگه آره خب این ماشین رو شما اوکی کردید، این ماشین رو قبول دارید، که میزنیم بله این ماشین اوکیه، میزنیم کانتینیو و بعدش میگه که مشخصات خودتون رو بگید، که حالا به جای شخصیت خودتون شما مثلا جنسیتتون چیه، وضعیت تعهدتون چیه، اینا همه رو باید انتخاب بکنید و پر بکنید و مدرکتون اینا رو. و تا میام این پایین که میپرسه از شما که آیا شما تصادف کردین یا قبلا یا نه. خب اگه تصادف کرده باشین نشون میده که شما یه رانندگی پر ریسک دارید و بنابراین ریت بیمه شما رو افزایش میده. اگر هم که تصادف نکردین خب میزنید نو و میگه آیا تا حالا جریمه شدید یا نه، که اینم میگم بازم این نشون میده که شما رانندگیتون چقدر سیف هست و این هم میزنید نو و حالا این مشخصات همه رو پر میکنید و میرید مرحله بعدی. و بعد اگه بیمه قبلا استفاده کرده باشی بهتون میگه که چه بیمه استفاده کردید و میخوان رو تغییرش بدید یا نه، میخوان ادیتش بکنید یا نه. خب بستگی به خود شما داره که دوست دارید ادیت بکنید یا نکنید. این شرکت دیگه هستش که من بعدش توضیح میدم، گیکو، همون گایکو، که در مورد یه شرکت بیمه دیگه هستش و معمولا دو تا شرکت تو شرکتی اصلی هستن که از هر کدومشون کد بگیرید و مقایسه بکنید. اینجا آدرس ایمیلتون رو وارد میکنید و بعد میزنید مرحله بعدی. و بعد میاد این مرحله آخر و برای شما نشون میده که سه تا آپشن به شما پیشنهاد کرده، بیمش هم 6 ماه هستش. معمولا آفر 6 ماه بهتون میدن و سه تا پیشنهاد داده که حالت بیسیکش حداقل قیمت هستش، حالت چویسش که شما انتخاب کردین و ریکامندش که حالا قیمتش خیلی بیشتره. رو همین چویس هم که بریم بعد شما میتونید دوباره اینجا ویژگی‌های کاور بیمه‌تون رو تغییر بدید، که مثلا اگه با یه موتورسیکلت تصادف کردین که بیمه نداشت، مثلا شما هزینه‌شو بدین، هزینه مدیکال پیمنت چقدر باشه، ادیتش بکنید و افزایش بدین. هزینه بیشتری باید پرداخت بکنید ولی میتونید آپدیتش بکنید، ولی اون بیسیکش معمولا کفایت میکنه، بستگی به رانندگی شما هم البته داره. و میایم پایینتر رو دیگه کلا تصادف بشه چقدر بده و اگه بیم ماشین رنت کردین چقدر کاور کنه و اینها، و همه رو به یکی یکی برای شما میگه که هر کدومش اگه ادیت بکنید هزینه که باید پرداخت بکنید در ما بیشتر میشه. این ریتو داشته باشید، بعد مقایسه میکنیم با گایکو و از اون در واقع ببینیم کدومی که از اینا بهتر هستش. من این سایت رو میبندم. اگه شما خواستید این بیمه رو بخرید فینیش و بای میکنید و میزنید و اطلاعاتتون رو وارد میکنید، آدرس رو که میخواید بیمه رو مدارکش رو دریافت بکنید و بعد دیگه بیمه‌تون رو دریافت میکنید. ماشینتون از همین لحظه که خریدین دیگه تحت کاور بیمه هستش، بهتون یه پرینتش رو میده، در واقع یک کپیشو به شما اینجا میده که شما میتونید اون پرینت بگیرید و داشته باشید به عنوان بیمه ماشینتون. شرکت دیگه گایکو هست که وارد شرکت که بشین گایکو.com، بازم دوباره از شما اول میگه که میخواین ماشین رو بیمه بکنید، میخواین خونه رو بیمه بکنید، قایقتون رو، موتورسیکلت رو یا هر چیز دیگر رو، که مثلا ما همون ماشین رو انتخاب میکنیم و بعد میگه که زیپ کدتون رو وارد بکنید و اینجا میگن میزنیم استارت مای کد و بعد میگه که خب
ماشین رو میخواین، خونه خودتون دارید یا خونه رنت کردید، دوباره آدرس رو زیپ کدتون رو بزنید، میزنید کانتینیو. یه کمی زمان میبره تا بیاد، بعد مشخصات فردی شما رو میخواد که اونها رو وارد میکنید مرحله به مرحله. اسم فامیلتون رو میخواد، بعد آدرستون ازتون میخواد که آدرس رو وارد میکنید، بعدش میپرسه ماشین قبلی که دارین چیا بوده، یا میخواین سیستمش مثل همونه، یا میخواین کد جدید بگیرین که میزنیم میخواین کد جدید بگیریم، و بعد حالا میگه مشخصات ماشینتون رو بگین، 2020 مثلا، همون مثل همون قبلی هم میخوام انتخاب کنم که یه مقایسه هم بتونیم بکنیم، هونداس و آکورد. میزنید محلی بعدی، دو دره یا چهار دره که میزنید همون چهار دره، و بعد میگه آیا سیستم ضد سرقت داره یا نداره که مثلا میزنیم همون آلارم معمولی خودش سیستم کارخونش رو داره، و بعد میگه اینو خریدیم فاینانس کردیم یا لیزش کردیم که مثلا میزنیم فاینانسش کردیم، میخوایم مثل همون حالت قبلی بریم جلو، و بعد میگه برای چه استفاده میکنید، برای بیزینس هستش، برای زندگی شخصی یا برای مثلا کاره، میزنیم همون برای کاره که فقط میریم تا مدرسه یا میریم تا در واقع تا دانشگاه یا میریم تا محل کار، و بعد میگه چند روز در هفته استفاده میکنید، همون 5 روز، چقدر مایل استفاده میکنید، مثلا 12,000 مایل. حتی میگه که تا محلتون که بخواین برید اینا همون 20 مایلی که زده بودی اون میزنید، بعد میگه انوال مایلیجی که استفاده میکنیم چقدره، ما میزنیم همون تا 12,000 مایل، بعد دیگه میخوایم ماشین رو دیگه اضافه بکنیم یا نه که میزنیم نکست. ماشین بعد زد تعهل ازدواج سه مشخصات تخصیص رو از شما میپرسه از این محله به بعد تا بعدش دیگه شما تایید نهایی بکنه که اینا رو بعد وارد بکنید. راجع به مشخصات رانندگی شما میپرسه که مثلا شما در درایور لایسنستون رو گرفتین قبل از اینکه حالا 25 ساله بشید، حالا شرایط خاص خودش رو داره، برای کانادا یا برای تو آمریکا یا کانادا شرایطش فرق میکنه، که حالا اینجا رو ما میزنیم yes. مدرک شما رو میپرسه، خب که میزنید، و وضعیت خدمات در واقع تو ارتش بودنتون میپرسه. هر کدوم از این خدمات باشه معمولا یه آفر تخفیفی برای شما میدن که اگر همیش کدوم نبود که میزنید هیچ کدوم. از نظر کاری که مثلا میزنید وضعیت استخدامتون چجوری هستش، پوزیشنتون رو میزنید که چه سمتی دارید، اگر اینسیدنت داشتید در مورد اون کارتون اکسیدنتی بوده یا تیکتی گرفتین در موردش یا هر کدوم از اینا، در واقع اون رو اینجا اضافه میکنید. و بعد میگه کدوم یکی از این چیزا بهتون میخوره، از این در واقع تخفیف های بیشتر میخوام بهتون بدن که مثلا آلومنای هستید یا میلیتاری هستید، ارتشی هستید، یا هر کدوم از این چیزایی که بهتون میخوره انتخابش میکنه، اگر هیچ کدوم بار نبودید همین ناتون میذارید. حالا میگه اگه موبایل اپ استفاده بکنید یه سری آفر بهتر هستش، حالا مثلا میگه نه maybe later، و بعد میزنید مرحله نهایی. خب اینجا بهتون میگه ایمیل آدرستون رو بدید که میخواد براتون کد رو بفرسته و شماره تماستون رو وارد بکنید، و بعد از اینکه مشخصاتتون رو وارد کردید اینجا براتون کد رو میخواد نمایش بده. ببینید خب این گرونتر گفته به شما برای در واقع $204 گفته و شما میتونید البته تغییرش بدید، کاورجتون رو میتونید تغییر بدید،
مقدارش رو بالا پایین بکنید و بعدش با اون یکی قبلیه مقایسه بکنید که هر چی در واقع سیم بذارید با هم دیگه و ببینید که کدوم یکی قیمت بهتری به شما میده. خب این تمام نکاتی بود که در مورد گرفتن بیمه برای ماشین من میخواستم خدمتتون ارائه بدم. دیگه بررسی و مقایسهش با خودتون هستش، بخواین اون اوایلش رو بیمه یکی دیگه از دوستانتون اضافه بشید و از اون استفاده بکنید تا بعدا یک کمی در واقع هیستوری رانندگی پیدا بکنید و بعد بیمه خودتون رو بگین که خب قیمت بهتری بهتون بده، یا از زمانی که حالا ماشین رو تحویل میگیرین تا مثلا خونه برید بعد بیمه داشته باشید، میتونید رو بیمه یک از دوستانتون اضافه بشید. دیگه اینا بستگی به خودتون داره و باید سرچ هم بکنید و از دوستانتون هم که حالا ماشین مشابه دارن یا بیمه گرفتن شرط مشابه شما رو دارن بپرسید که حالا از کدوم کمپانی گرفتن و بعد به جنبندی کلی برسید. خب ببینید این دو تا شرکت بود و شرکت های اصلی هستن، شرکت های کوچیک‌تر هم هستن ولی من توصیه نمی کنم. این شرکت ها شرکت های بزرگی هستن، شما میتونید خدمات هر زمانی که خواستین تغییر بدید، کد های جدید بگیرید و با توجه به شرایط خودتون میتونید کسی رو بیمتون اضافه بکنید، میتونید کسی از بیمتون حذف بکنید، ماشین رو جدید اضافه بکنید و خیلی کارهای دیگه میشه کرد و اینها خیلی راحت تر از کار کردن باشون و خدمات دیگه ای رو هم دارن. بنابراین این دو تا شرکت رو اول از همه مد نظر قرار بدید. حالا اگه کسی شما رو ریفر کرد یا کسی به شما شرکت کوچیکی رو پیشنهاد کرد، شرکت لوکال پیشنهاد کرد، اونا دیگه تصمیمش با شما هستش. اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که اون رو لایک بکنید، چون با لایک بیشتر این ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده میشه و افراد بیشتری میتونن از این ویدیو بهره مند بشن. علاوه بر این اگه این اولین بار هستش که از کانال من دیدن میکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کانالش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.